اینجا در 2 کیلومتری مرکز شهر ترینکوت، کشاورزان و روزگانی برای گردآوری حاصلات زمین‌های پر از کوکنارشان لحظه شماری می کنند. کشاورزانی که می گویند ناداری و کمابی از علتهای اصلی برگشتشان به کشت خشخاش بوده است. مثلا تر یک کمت لری، غنم کمت نلری. چون مجد اگه تر یک وقت دستی و پروی تخص کارو پیوار کو و اسی اده غنم زمرده یا لوریس. پدیه گرد افغانستان گیوه پلم زکننده. نوزه چیش اخرو؟ تایر تازه چیش پیدا کن؟ تم دولت کمک مسره نکی. خوکنار نو کرو. غنم بسنه نکی. نو چیش وکم؟ شمار از این کشاورزان به خوبی آگاهی هم دارند که این کشتشان برای دیگران چی حاصلی خواهد داشت. دقا تاثیر دی که رو گرد نشیانس و عملیانس و رو گرد پنشو اختاج گت خوی نستن و چی بل وسایل پیداسی رو رو آمن راسی و دا غسی بارن و مج وسایی رو رو بیغمی بسی خون زیوتا بخال بلاد. ریاست زراعت اروزگان بدین باور است که امسال کشت خشخاش در این ولایت کمتر از پارسال بوده است. هرچند این ریاست میپذیرد که در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد. پزنو زایو که بزیاد وی پزنو که کم دی او دست دقیق احصایه مون هم نلرو خود تیر کال پا پرتلا یو چه کم کرد شدید. در این میان وزارت زراعت میگوید که پیامدهای احتمالی خشکسالی را بر کشاورزی و مالداری در کشور زیر بررسی دارد و در این زمینه برنامه‌های هم زیر کار هستند. در جاهایی که کشتزارهای گندم للمی است، در صورتی که بارانهای به موقع در فصل بهار وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد گندم للمی در سال جاری تولیدش کاهش پیدا کند. بیشتر سیگر یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش گفت که از سال 2019 میلادی بدین سو طالبان بر سود بردن از تجارت مواد مخدر بیشتر تمرکز کردند و اکنون 40-60% درآمد این گروه از همین را به دست می آید. طالبان این گزارش را نادرست دانسته و گفتند که در تجارت مواد مخدر در کشور نقشی ندارند.